الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان همیشگی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. از کربلای معلا در کنار این گنبد و بارگاه ملکوتی و ملائک پاسبان حضرت سید الشهدا علیه السلام، استودیو بن الحرمین در خدمت شما دوستان هستم با یکی دیگر از برنامه‌های کربلا، درس‌ها و پندها. در این برنامه قصد ما این هست که با بیان داستان‌ها، اتفاقات، وقایع و نکاتی از کربلای معلا، درس‌ها و پندهایی رو به عنوان توشه راه برگیریم و در زندگی ازش استفاده کنیم. نکاتی رو که ابتداءً مطرح می‌کنیم می‌تونه نکات منفی یا مثبت در کربلا باشه. بحثی که الان براتون آماده کردم یکی از صفات منفی و حسین کش در کربلا هست که اتفاقا و متاسفانه در زندگی بعضی از ماها هم جاری هست. صفتی به نام بخل که یاران و اصحاب امام حسین علیه السلام این صفت رو برای افرادی معرفی میکنند که کمر همت به قتل امام حسین علیه السلام بستند. صفت بخل رو ما در دو جا در کربلا میبینیم، یک در نامه امام حسین علیه السلام به حضرت حبیب و دو در رجزی که اسلم ابن عمر این یار با وفای امام حسین علیه السلام برای دشمن میخونه و اونها رو بخیل معرفی میکنه. ابعاد بخل و انواع بخل در کربلا رو انشاءالله امروز براتون مورد گفتگو قرار میدیم. یادمون باشه که افرادی که در کربلا دارن دشمن رو معرفی میکنن یک آشنایی 100% نسبت به دشمن دارن، دو نسبت به اهمیتی که در کربلا دارن امام حسین علیه السلام از اونها تعریف میکنن، تمجید میکنن، اونها رو فقیه میدونن، مردم شناس میدونن، قاری قرآن میدونن. افرادی که دشمن رو دارن برای ما معرفی میکنن افراد عادی و کوچکی نیستن، انسانهای با شخصیت، انسانهای مؤمن و متعهد و با خدا، اهل قرآن، اهل شب زنده‌داری و به هیچ وجه هوای نفس در اونها راه نداره. امام حسین علیه السلام در نامه‌ای که به حبیب ابن مظاهر می‌نویسند خاطر نشان می‌کنند که من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل الفقیه، از حسین ابن علی ابن ابی طالب به مردی فقیه حبیب ابن مظاهر، اما بعد تو قرابت ما را به رسول خدا بهتر از همه بلدی، تو ما را بهتر از همه میشناسی جناب حبیب، تو غیرتمند و آزاده هستی، ولا یبخل علینا بنفسک. امام حسین علیه السلام به حبیب میفرمان بخل تن نسبت به ما نداشته باش و خودتو در کربلا به ما برسان. بخل تن چیه؟ اول یه نکته رو هم در رابطه با جناب اسلم عرض کنم، بعد وارد معنای بخل بشم. جناب اسلم ابن عمر یار دیلمی یا گیلانی امام حسین علیه السلام هستند که در کربلا هستند. این شخصیت بزرگوار کاتب امام حسین هم هستند. نامه های ایشون مکتوبات امام حسین علیه السلام رو یادداشت میکنن و مینویسن. جناب اسلم در کربلا دبیر کربلا هم هستن، با بچه های کوچیک، با دختر بچه ها، با پسر بچه ها بازی میکنه، براشون قصه میگه، اونها رو بازی میده، شعر میخونن با هم دیگه. یک شخصیت جالب این چنینی داره جناب اسلم در کربلا. جناب اسلم ابن عمر که خودش رو غلام امام حسین علیه السلام هم معرفی میکنه، میگه که روز عاشورا بر من مصیبت گران اومد، تنهایی امام حسین، و اومدم خدمت ابا عبدالله، از اوشون اجازه میدان گرفتم. امام حسین علیه السلام به جناب اسلم میفرمان که شما اجازت در اختیار پسرم
علی هست، امام سجاد علیه السلام، خدمت اوشون برو و از اوشون اجازه بگیر. اسلم ابن عمرو خدمت امام سجاد علیه السلام میره و به اوشون عرضه میداره که جناب علی ابن الحسین، من میخوام به میدان برم برای مبارزه و جنگ، اومدم اجازه بگیرم. آقا فرمودن از شما باید اجازه بگیرم. امام سجاد علیه السلام هم میگن که من شما رو آزاد کردم در راه خدا، تصمیم با خودتون هست. خوشحال بر میگرده خدمت امام حسین علیه السلام که آقا من آزاد شدم، آزاد شده ی امام سجاد هستم، میخوام برم میدون، بی زحمت اجازه بدید. امام حسین علیه السلام بهش اجازه میدون میدن. اسلم سوار بر اسب میشه، شمشیر رو میکشه، به تاخت به عمق میدان و سپاه دشمن حمله میکنه. با همین سرعتی که میرفته نزدیک به سپاه دشمن که میشه، دفعتا وای میسته، یه تمرکز میکنه، مکس میکنه و با همون شتابی که رفته به میدون بر میگرده دو مرتبه به سمت خیمه های امام حسین علیه السلام. ازش سوال میکنن اسلم شما رفتی برای میدون که جنگ کنی، چرا برگشتی؟ میگه که حقیقت من از دوستان کوچکم خداحافظی نکردم. بچه ها رو دور خودش جمع میکنه، پسر بچه ها، دختر بچه ها، کسایی که چند روزی و مدتی هست با اونها خو گرفته، با همدیگه قصه میخوندن، شعر میخوندن، بازی میکردن، اینا رو بازی میداده، نگهشون میداشته، ازشون خداحافظی میکنه و سوار اسبش میشه و راهی میدان نبرد و میدان شهادت میشه. رجزی که از جناب اسلم گفته شده برای ما جالب هست. من این رجز رو براتون فارسیش رو میخونم. بنای ما در این گفتگو اینه که یک گفتگوی دوستانه با هم دیگه داشته باشیم، گفتگوی ساده اما هدفمند و با توجه به درس های کربلا. منم فارسی گفتگو رو براتون میخونم. اسلم در زمان جنگ رجزش این بود: دریا از حرکت شمشیر من شعله ور می شود، فضا از بارش تیرهای من لبریز می گردد. آنگاه که شمشیر در دستهای من بدرخشد، می خواهم قلب بخل ورزان را بشکافم. جناب اسلم هم حسین کشهای کربلا رو صفتی که براشون برمی شمارد صفت بخل هست. یه کوچک و کوتاه در رابطه با بخل براتون صحبت کنم. ما در زندگی روزمره و دنیای خودمون در رابطه با ابزار و سرمایه هایی که داریم، از همسر، فرزند، مال، خانه، ماشین، پول، ثروت، میتونیم به چهار گروه تقسیم بندی بشیم. گروه اول اشخاصی هستند که به اونها میگیم لئیم. لئیم افرادی هستند که با توجه به تمکنی که دارن، با توجه به امکاناتی که دارن، نه خودشون استفاده میکنن، نه میذارن بقیه استفاده کنن. این افراد بهشون لئیم میگیم. نه خود استفاده میکنن، نه به بقیه، در اختیار بقیه قرار میدن که لااقل بقیه استفاده کنن. بخش دوم و دسته دومی که ما داریم نسبت به اموال و سرمایه ها و داشته ها، افراد بخیل هستن. بخیل کسی هست که خودش استفاده میکنه، بهره میبره از اون چی که در اختیار داره، ولی چشمان نیازمند و دستان نیازمند رو سیراب نمیکنه و به بقیه عنایتی نداره. دسته سوم افراد سخی هستن. افراد سخی کسانی هستن که هم خودشون از امکاناتی که در اختیارشون هست و مالی که در اختیار دارن استفاده میکنن و هم به بقیه عنایت میکنن و اونها رو هم مورد لطف قرار میدن. اما دسته چهارم دسته کریمان هست، کسانی که همچنین که میتونن خودشون استفاده بکنن از امکاناتی که دارن، اما کمتر خودشان استفاده میکنن و بیشتر اون امکانات رو و اون داشته ها رو و اون سرمایه رو و آنچه که دارن رو به مردم عطا میکنن، به نیازمندان عطا میکنن، به بقیه میبخشن. این دسته رو بهش میگن دسته کریمان یا افراد کریم. در کربلا کریم کربلا آقا ابوالفضل علیه السلام هستن، شخصیت مورد احترامی که
کریم صحرای کربلا هست. یک قسمت و یک نکته فقط در رابطه با حضرت ابوالفضل و کرامتشون اگر بخوایم بگیم و همین یک نکته عالمی رو بنده خودش کرده و شیفته خودش، اون هست که آقا ابوالفضل در عین حالی که می توانستن از آب فرات بنوشند، آب رو بر کف میگیرند، به بالا میارن و به آب نهیب میزنن و آب رو پرتاب میکنن. ای آب، من ابوالفضل عباس ساقی دشت کربلا سیراب باشم، در حالی که حسین علیه السلام و فرزندانش تشنه لب هاشا و کلا آب رو میریزن. گفتم من میام آب ببرم، نمیام آب بخورم. ابوالفضل عباس کریم کربلا و کریمه کربلا حضرت زینب و حضرت ام کلثوم هستند. اینها آنچه که داشتند از غذا، از لباس و تمام امکاناتی که در اختیار بود به فرزندان و کودکان و بچه های کربلا و نیازمندان میبخشیدند. اما اینکه انواع بخل در کربلا چه بود، انشاءالله در جلسه بعد در خدمت شما هستم. وقت ما تمام شده، شما را به خدای بزرگ میسپارم. در پناه آقا امام حسین علیه السلام و حضرت ولی از ارواح نافدا مؤید و منصور باشید انشاءالله. یا علی، خدا نگهدار.